محمود جان دادو آلم آره یه ایشتر سندر ناغه ماسو دیگه هم بسار میشنبی این هم بسار یه بار نشد این جدگی بیاد بشنبه این که آقا من طلاق میخوام هی نشست حرف زد و نه زد و پیرم کرد هی گفت میرم نرم من که میگم بابا من عرضه طلاق ندارم تو که داری تهدید میکنی برو دیگه من میخواستم طلاق بگیرم که الان بلند نمیشدم این همه جنس رو بردارم بیارم برای اون مغازه کوفتی که اشتباه ها چی کار بکنم محسن جون زنمه دیگه ضعیفه باید کاری بکنم که مغازهش رونق بگیره حداقل صداش دیگه در نیاد صداش رو ببود منی مجید ما مردای مهربونی هستیم ها راست میگیم جدی نگاه کنیم که این همه آدم دورو برم برادرم پسرمون بابای خدا بیامرزم تو اون اینا یکی رو میخوان سگ باشه ظالم باشه بهش افتخار کنم بگن با جذبه است من خیلی رنج میکشم از این که به سگ بودن بگن جذبه الو سلام آقا من همونیم که بخواستی سیم کارتشو بخرید کی؟ شما دقیقا کی میای شما آه بذار برای شب خدا حسین جون تو رو خدا بیه دست بزن یه کمکی بکن اینا رو بذار کن داوود پاشو بگو یه پک موتوری بیا ترکبند داشته باشه بگو جنس میبریم با یه نفر من این چکای منافیه پس بشه ها یه موتور میگیرم زیر پای خودم تو محمد رضا اصلا برای اینجا چکای منافی همون یه تومانی هم سه تومانی هم که دادی به خانمت بابت پول پیش مغازش بیا جون بکن عمر بذار پول بذار جنس ببر بذار مغازه خانم در حرف بشن بعد بترس محسن چی شد مجید به بچه ها بگو اینا رو بیارم پایین من پایین منتظرم بفرم خب میبینی رد نمیشم مغازه رو مغازم کیوس که تلفن بوی سیگار داره خفن میکنه تو رو خدایی چیه داری میزنی آخه برو بیرون بوی سیگار بد این کتا تو در بیار هم جا باشه اینجا را باز اینا رو بردار نق نزن جنست نمیفروشه بازار کساده چرا سر من داری خوبی میکنی بفرمه این دیگه جنس هم که برای تو بردم ببینیم چی کار میکنی آها تو فکر کردی چون برداشت این جنس ها رو آوردی اینجا من الان باید لبم خندون باشه و قربون صدقت برم بگم بخندم بگم خوب کاری کردی سیگار کشیدی نخواستم بیا بعد رو ببرینا تو شوهری که منت نذاره کمک همسرش کنه نیستی بی خود اداشو در نیار ببخشی این چه عدایه که من هم جوونیمو بذارم هم پول بذارم هم انرژی بذارم من حرف مفت بشنوم بردار اینا رو بچین اونجا یه حراج 50% هم بزن ما که با شما آتیش زدیم به عمرمون اینم روش نمیخوام بردار جنساتو ببر تو اومدی اینجا اعصاب منو خرد کنی حرف زدی حرف بشنو جواب های هویه بردار ببخش ازتون برو اینجا داد نزن من آبرو دارم بابا آبرو دارم بندازش تو وردا اینارم ببر ببینی سروش بابا فرض کن که مثلا سر چهار راه وایستدی منتظری حالا طرف کیه نام زدت اونجا دیگه بیقراری عاشقانه است ها؟ این کاری که شما الان داری میکنی
گلگت کردنه. گلگت کردن به درد من نمیخوره. سیستم رو همون روی بیقراری عاشقانه. خب باش. خوب خوش میسره. آره آره آفرین. آخ 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 عاشقتم. اصلا توی که عشق من مادر. آخ آخ سروش ماما بیا پایین. قبلا هم به شما گفتم این کارو نکن. کمرش درد میگیره. او خودش میگه. میبینی چقدر مامانت به فکر سلامتی شوهرشه؟ این زنای نمونه شوهراشون رو میبرن دکتر، میبرن سلمونی، براش پیرم میخرن، بعد براش عرقگیر میخرن، جوراب میخرن، اگه خراب شد تعمیرش میکنن، مثل مثلا دندون خراب، اعصاب خراب. سوشن کاش تو دختر میشدی، اخلاقت هم به مامانت میرم، این وسط یه پسر دیگه خوشبخت میشد. بابا حالا عوضش شده پسر، میشه این باباش، یه دختر خوشبخت میکنه با اخلاق خوب، زبون خوش، چست و چالاک، این قرقی، همسری فداکار، مدام به فکر این که زن و بچهش ازش چی میخوان، ببرتشون سفر، سال کنه. از این زن مشکلی نداری؟ باشو بیا شامتو بخور، سرد شد. خیلی خوب، من دیگه تصمیم گرفتم رژیم بگیرم. شام که دیگه نمیخوریم، میمونه ورزش. خب این که از ورزش، اینم از شام. بچه ها حالا چی میخواد من لاغرشم؟ نه آفرین به شما. دیوانه زبانی از صفت خوب قربونم بری کن صفت آلوک کردن دیوانه بده. باشه بیا غذا تو بخور، حوصله ندارم دوباره گرمش کنن. باشه سروش ماما، میگم حالا که بابا رژیم گرفته و میخواد لاغر کنه، ما این غذا رو برداریم ببریم خونه خاله هما بخوریم. ها خالت هم اونجا تنهاست، همین غذای خوشمزه رو میخوره، هم بابات اینجا دلش آب نمیافته. سروش برای این که اجازه بدم بری خونه خاله هما، بوده این سیدی منو از تو ماشین بیار، میخوام تنهایی موزیک گوش بدم. منم از تو تلویزیون نگاهت میکنم، نه ترس. آره آره مامان چور. بابا جان گفتم ماشین. از تو ماشین. ببین این قضایی که برام تعارف کردی از صد تا فوش بدتره. میخوای نظرم بری؟ فهم میکنی نمیتونم جلوتو بگیرم؟ تو خوشحالم هستی من دارم امشب میرم، قشن میشینی واسه خودت اینجا جولون میدی، حال میکنی، جواب رئیس فدراسیون فوتبال و علی دایی و مالیکان و بلن بلن نصف شب میخوای بدی؟ تو خوشحالم هستی من میخوام برم. بفرمایید. اینم از طبقات دیوانوار شما که برنه به خاطر انجام ندادن شدم آدم بی‌مسئولیت. این پسر بچه شمالی است که خط مشابه تو داره. زنگ زدی بهش که میام میخرم، بعد هفته 10 بار با من داره تماس میگیره چه نمیای بخری. همون که به خاطرش کلی منو مسخره کردی نه؟ آره. من چقدر بدبختم که دنبال تو افتادم خط واسه من بخری. بله میرم که چقدر بدبختین، خیلی شما بدبختین، زج کشیده، مظلوم، بدبخت. ببین تو فکر میکنی خونه من سختی کشیدی آدم چاخان؟ میشنم از صدا تو بی تربیت. من تربیت خونه و دیگه ندارم؟
آخیش بزن محکمتر بکن تو سر دلم خورک شه. روانی تو داری لذت میبری از این که من اتفاقا علکی زدم تو سرم که شخصیت اصلی تو رو کنی. اتفاقا شخصیت اصلی منو از این به بعد بهتر میفهمی. وقتی رفتم بر نگشتم. ببین برو من شانسا رو ندارم که تو بدی بر نگردی. میبینی حالا متاسفانه تا آخر اون بیخ ریشمی. بدبخت روانی. برو اون لحظه هایی رو که نیستی رو من قدرش رو خیلی خوب میدونم الان. برو سلام آزادی. سلام سیگار کشیدن تا آقباز وسط خونه. برو ماشین دارین؟ بله. اشتراک دارین؟ 39 هم. یه چند دقیقه دیگه براتون میفرستم. دقیقا چند دقیقه دیگه؟ 5 دقیقه دیگه سرویستون برگشت میفرستم یه خدمت. بالا غیرت همون موقع بیاد من الان خوابم میاد. میخوابم. بخوابم هم دیگه دو بیدار میشم. نه یا جلو در بمونه. نه خیالتون راحت باشه براتون میفرستم. باشه یه بفرستی. حتما. خدا. باشیم بریم یه دوی بینه ولو شدیم فکرمونو میاره پاییم. محسن پاشو آژانس تنه داره شیش رو منم بیشتر نداره. سلام بکشید. سلام بچه تو رو خدا بی خود بیدارم نکنیم. من میخوام بخوابم. شب بخیر. محسن ساعت چنده؟ هفت. بریم از رو دوازده اگه نامردو نکنه بیدیم میخوریم. محسن یه چیزی بده دهنم زهر موره. محسن
جواب بده که شاید آدم کار واجب داره. عجب دیوانگی. الو الو چرا جواب نمیدی؟ یعنی چی کار دارم؟ من میبینم کجایی؟ خب گوشیت رو چرا بر نمیداری؟ ببین اوقات تلخی نکنم. خواب بودم که خواب بودم. بله دلم میخواد بخوابم. بری سر به سر من نزم. من خیلی خرم ها. ای چرا اعصاب خورد میکنی؟ کی میای؟ آره اینجوریه؟ چه بهتر؟ آره خوبتر؟ خوبتر از خوبتر؟ بچرخ تو بچرخیم. باشه. الو الو چایی بخون حال جابی من بابا زهر مار بخورم. یکی زنگ بزن به این آژانس برای شهرک گلها. زنی که دیوانه اعصاب خورد کن. عجب غلطی کردم. من زنگ گرفتم. ازدواج ازدواج ازدواج. با وجود اینکه ما خشم نداریم خودمونو میگم. ببین آدما به کجا میرسونن که گوشی تاچی 356 هزار تومانی رو میکوبه رو زمین. بابام خشم داشت. بابا چی مینویسی اینقدر تون تون؟ نوشتم دارم میام به مال بچه آمادش کنم. این دفعه دیگه روش رو کم میکنم. بچه دستتو نمیدم. بردا حالا حالتو میگیرم. سلام خانم. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. ممنون از لطفتون. من دارم میگیرمش. جواب نمیده. اگه ممکنه موبایلتون همراهتون باشه شماره شو بگیرید. با بچا کیف میکنین دیگه ها؟ چطوری بچه خوردین؟ خود شب نبودی شام خوردی؟ رژیم تو شکستی امروز پای حرفت هستی؟ من رژیم بشکنم. آره برو بابا بچه شدی؟ دکی بفرم. خیلی ممنون. الو ببین اگه بخوای قطع بکنی جلو دوست تابه رو ریزی میکنم. مراعات سروش هم دیگه نمیکنم. خب الان چی کار میکنی؟ چه میدونم به سروش گفتی چی کار میکنی؟ کجایی؟ خب قربونه لفتش نده دیگه. من که میگم شما تشریفتون رو بردین شمال برای گرفتن اون سیمکارت مشابهتون از اون پسر شمالیه. دورترین جایی که قبرستونه. تشریف ببرین قبرستون. بله تشریفتون رو ببرین. نمی کنه مثلا اگه به یه قبرستون من بگم نه تو بگم بپری من خواهش می کنم. یه بابا جان کفشات یه خط موبایل چقدر کار داره ماما کی برمیگرده؟ بابا جان شمال تهران که نیست. بعد ظاهرم با هما خانم میخواستم برم بگردم معطلی داره. به منم اصرار کرد گفت شما بیاییم. من گفتم که زن من که نمیتونم باید بالا سر کارگرا بایستم تو این همچنان توپای بلند کارگاه. خب شما که دعوا میکردی. چه دعوایی؟ اما دعوا نبود. یه گلگی کوچیک بود بچه هم خوب شدیم. بعد برگشت گفت که تو با سروش چی کار میکنی؟ گفتم سروش که والا درس داره آینده داره. منم حالا کاری میکنم که بعد نگذره بری. گفت شما چی مجید خان؟ شما بهتون بعد نگذره؟ گفتم نه اتفاقا به من که خیلی داره خوش میگذره. خب شما چی کار بکنین؟ یه البته بابا جان درست
ها؟ نظر چیه؟ بگو دیگه، یه پیشنهاد بده، میخواییم بتره کنیم ها، یعنی آخرشان میشه. نه دیگه، شما نمیتونید بتره کنید، رژیم داریم. تازه مامانم به من گفته پیرزامیزا نخو چاق بشه. خب شما نگی که نمیفهمم. نه دیگه، هر روش آقا میفهمم. نه دارم یه دونه رو دیگه مجاز هم بسنون سره. آخه آدم مسط خوردن حوصله سر میده. مهمون دارم. کاری به مهمونت نداشته بیدم، من نمیخوام بخورم که من میبینم دو دقیقه مهمونت ببینم برم. یه شب دیگه مهمون دارم. یعنی قرار کاری حساسه. آقا یه فکر ببین الان اینو نگاه کن، شاید یه راه نمایی حرفی کمک چیزی از دست برم. من میگم اینطوری مشکلمونو حل کنی. زن دیوان گوش میکنی؟ تنها راه حلش همینه. مشاور، مشاوره، پشت میم بشه متخصص. ببین خیلی سه طبیعیه ها، سر درد میگیره، دل درد میگیره، بلند میشه میم بشه دکتر. خب منم میگم چون تو رابطه همون زیاد موفق نیستیم، بلند شیم بریم با یکی حرف بزنیم، بلند شیم بریم راهکار بهمون نشون بده. فکر نمی کنیم من حرف مشاوره پشاوره نیستم. 40-50 تومن بریم بدیم یه آدم دیگه برای ما ارسال نظر بکنم اینش کنم. چرا باید بریم؟ میریم. ول کنی وامون در رو دیگه. چی کار به کار من داری؟ گیر داری میدی به اه. تمام مدتی شب یه ریز در گوش من از سه شنبه هفته پیش تا این سه شنبه نمیدن لحظه به لحظه، دقیقه به دقیقه چه اتفاقی میفته که تو گوش من پر بکنه که بریم مشاوره. چی کار به کار من داری؟ برو بخواب دیگه. خاموش کنم. خاموش. بریم دیگه. یه رو دیگه به آژانس دم در بگو وایسته نره. وقتی میخوام برم خونه قصم میگیره. بهت میگم پاشو برو خونه مادره، دختر خوب پاشو برو. این همه سال اونجا بودی، حالا یه شب هم دوش. چه اتفاقی میفته؟ قشنگ ازت پذیرایی میکنن، بهت میرسن، شام نهار میذارن جلوت، ننه تو میبینی، بابا تو میبینی. شما پاشو برو، بذار منم شب عیدی به کارم برسم با این بازار خراب. بیا الو دارم میام. یه رب دیگه رو میاد. یه کار کوچیک برام پیش اومد دیگه، چی کار بکنم؟ بله بله، ده شبه میگم میام دیگه، دارم میام. خدافز. چی گفتم؟ منم یادم نیست. رو 39 هم بله امرتون. یه ماشین لطف کنیم برای ساعت 6:30 بفرستیم. ببین راننده تونم بگین که شما خیلی خوابم میاد. بله لطف کنیم بگین که بیاد اففو بزنه. خب خب دید جواب ندادم، شما تلفنم رو داره دیگه. بله داریم. اونو بگیره، اگه جواب ندادم مجددا چیکار کنه؟ اففو. آره تنسا بگیم بمباران هم کنه. به تلفنم زنگ بزنه. چی؟ به تلفنم زنگ بزنه. یه دونه اف یه تلفن. یه اف یه تلفن.
بله. سلام، از طرف آژانس اومدم. اومدم. بابا من ندارم. بگیر بخور عزیزم. باید قوی بشی تو. به جون میگیری دیگه. موجود لاجون که به درد نمیخوره. بخور. سلام. یه پیک بگو بیار جلو در منو میدار کن میرم نمال سروش یادتون باش. باش باش سلام. خبری نشد؟ کبابی چرا هلالی یه دوز دار؟ ببینه یمشم، قالاندان خبری میگه خوف خوف میگن نسوراب آقا مجده دیگه ساخته ایست الان آجده ایچ ساعتان سورا آجلو جا خواه آقا مرده سخان زخلا مرده سخان زخلا یعنی چی آقا؟ چو کم کنه، تصویب امتیاز فکر میکنه این که برمیگرد دیگه اگه بچرخ تا بچرخی میگه این سوالو دیگه از خود نکن مثل کوه وایستی. من که مثل کوه وایستادم حالا میبینی خودم چجوری وقفه این بچه میکنم و میدونم دیگه این سروش رو داده به هم به خاطر اینکه به هم فشار میاد فکم بیفت ولی خداییش تو این دو روزه با عالی ترین کیفیت من نوکریشو کردم. آه این مهمه به پا جذابیت جلو بچه از دست ندی بچه بره تنها بشی سست میشی سفت میشی اما با سفتم دیگه تو که منو میشنسی این بهونه مادرش رو میگیره علیکی بچه مادر میخواد دیگه تفلی معلومه قصه مادرشو میخواد لاغرم شد حالا هندیش نکن دیگه من عمرم نزارم یه قصه بخورم داریم میریم کجا؟ با طبیعی یه جای خوب چه جای خوب؟ یه جای خیلی خوب یه جای که اگه تو یه ماه هم تنها باشی نه اونجا حوصله سر میره و خوشحال میشی بهونه هم نمیگیری آقا چه جایی؟ مگه چه جایی هم وجود داره؟ حالا بگه دستگاه پلیستشن برای این شما خوبت مارنگا اون ردیف اول فقط بازی پی اس دی شما هم نده اینا کینکت نوازم جانبی ایکس باید نه اصلا شما هم نده بله از این خوبت مارنگا دستگاه بازی برمان هستم خوش مارنگا مبارکت باشه دستگاه بازی قبلا کنسول بازی داشتی شما؟ بله پی اس پی داشتی الان کنسول میخوایی که به تلویزیون مسکونی رو بازی کنی؟ بله چطور گیم میخوای؟ حرفه‌ای باشه؟ روش؟ بله اگر گیم حرفه‌ای میخوای یا باید پی اس 3 بخری شما یا ایکس باکس چه فرقی داره؟ بابا ببخشید این کمرم درد سرشون خیلی بازی هست این با پی اس 3 داره فقط مال خودشه دیگه هیچ کنسول دیگه نیست بازی البته بازی مشترک هم داره فروشان بازی بردار که تحرک داشته باشه نمیای نه همشه بردار خیلی مراد است ارسال نیمه ما الان دنبال کارهای اداری تلفن هستیم آخه مامان یه خط موبایل خریدن قد کار داره عزیزم بالاخره باید کارهای اداری خرید خط انجام بشه اینه که خودم میدونم فقط بگو رفتی خوشگذرونی دم دریا برون استرم مگه بهمون بد میگذره که شما حساسیت گردش روی مامانو میخوری باشه شما بریم مافونه میمونید سروش عزیزم نهار چی خوردی؟ نهارم سر کار بابا خورد مشقا تو چی کار کردی؟ مشقا من اونجا نوشت بیا درست شد ای بس شد گوشی بابا بیا بیا با این اسباب بازی که خریدم بازی بکن تا شام آماده بشه ببین نمیخواد شما تشریف بیاریم
من بهترین زندگی رو خودم براش درست میکنم. بهترین دانشگاه میبرمش، بهترین ماشین رو میندازم زیر پاش، بهترین زنم براش میگیرم. حالا شاید شما رو هم دعوت کردیم به عروسی. من نمیخوام صدا تو بشنوم. با خودت حرف بزن. آره میگم به قول سروش بود ما رو گذاشتی رفتی یا حالا کجا رفتی؟ آره الان کجای خوش میگذره؟ سروش نه بابا بچه ننه که نیست. نه میگه شما حتی یک سالم نیای با من میگذرونه. آره امروز هیچی دیگه رفتیم مغازه و بعد الانم که قشنگ همه چی داریم و شام و اینا و ژله و همه چی. شب بخیر. وارد مرحله اول مسابقه شد. باید به هر سوال در مدت 5 ثانیه پاسخ برعکس بدید. کلید 1 معادل بله و کلید 3 معادل خیر. همسفر. آیا زحل ستاره است؟ نه خیر بابا. بقال سر. پاسخ اشتباه. عدد 10 یک صفر دارد. نه ده صفر دارد. بهش میانده. خیاط خیاطی میکند. نه بابا. آشپزی میکند. برگوش گوشتکار است. بله قربان کنم. به قاضی ورزشی داور میگویند. نه جلاده. داروخانه محل فروش دارو. مواد مخدر میفروشند. پایان مرحله دوم. حالا 20 امتیاز داری. وارد مرحله سوم مسابقه شدی. برای پاسخ به هر سوال همچنان 4 ثانیه فرصت داری. آیا تند بزرگ نام جزیره‌ای در شمال ایران است؟ صد است. این رشته. یا از همان کره اسب است؟ نه بابا. نه شیره. رنزلی در جنوب ایران قرار دارد؟ بنده رنزلی. بله. میرکبیر سیاستمدار بود؟ نه کشیر بود. چی گفته بابا رئیس جمهور؟ اشتباه. در مهلتی که داشتی پاسخ ندادی. متاسفم. این دفعه دیگه از مسابقه خارج میشی. در خارج از محدوده این محل بیشتر درختان را برد کردن. در داخل پارک جنگلی بسیار انبوه وجود دارد. کف آن را پیچان ها سرخ سان شب خیر. اشتراک 39؟ بله 39. هم بفهمه قربان. بخون چیمتون میکیم مثل قبل دیگه افف و تلفون و بمباران هم کنید دیگه. مثل همیشه دیگه. آره دمت کرد. خانم دکتر این منو داره آمدانه تحقیر میکنه. کاملا آمدانه. بله هیچی رفته بودیم این فرهنگسرای دم خونمون فیلم تماشا کنیم. این کارگردانش آمده بود بعد فیلمش صحبت کنه. خانم دکتر یعنی یک اثر کاملا مزخرف، یعنی هیچ ربطی به این واقعیت جامعه نداشت. خب منم انتقاد کردم، کارگردانش هم بهش برخورد. خب واقعا جنبه انتقادش در حد صفر بود. هیچ شروع کنم منو تحقیر کردم که خانم شما فیلم سرت نمیشه، شما باید خود هم همه کارگردان کردم. هیچ مزخرف نبود واقعا. خیلی خوبم شد که نفسش کرد. شوهرم بلند شد آخرش گفت و حقت بود هرچی بهت گفته. نه خوابه، اصلا خواب نباشه. بذار بفهمه من چه دردایی دارم. نه ولی خوابه. تا زور میگیره این خرس میخواد. مجید، مجید داداش، مجید جون. چی فکر اومد؟ هنوز زوده، تازه 9 صبح. بچه رو بیزارم میکنی؟ خانمت داره تونتون زنگ میزنه به گوشی. تا حالا 10 تا میسکال انداخته. خیلی آگه کن بازم اومده جلو مغازه. بیا چکش برگشت خورده یا رو اومده جلو مغازه.
شوهر خان مختاری هستی؟ بله شوهر خان مختاری. بجون بسر اینا جمع کن بزن تو گاردون. یه خودکار بده. بفهم. آقا گفته باشم آقا من چک نمیگیرم آقا. چک چشیه این نرده همین الان رو نقدش کن. چک نمیگیرم. آقا در ضمن یک کاغذم مردار بنویس من از خانم مینو مختاری هیچ طلبی ندارم. امضا کن اصلا انگوشتم بزن. خانم مختاری کشن؟ گریهشون گرفت رفتم بیرون. آقا ولی خانمتون خیلی ما رو اذیت کرد. بابت اذیتم چیزی بنویسم دیگه نه؟ یعنی حالم بد میشه وقتی بناس دنبالت را بیافتم که تو رو خدا به من خرجی بده. حرف بی خود نزن دیگه. من که همیشه کارت به کارت میکردم. همون موقع هم که سیستم کارت نیومده بود این مردای قدیمی که پول میزنن رو تاخچه میذاشتم رو کشوی میزت. مغازه پغازه نمیخواد. ضرر میکنیم علکی میشه آینه دق. مجید پول پیش این مغازه رو بدی قسم میخورم بار آخر ازت پول میگیرم. طوری که حسرت بخوری به این پول بدی. پولمون خبری نیست. داشتم دادم اون گدا اولیه. اینم گفتم که بهت بر بخوره جلو ضرر رو بگیرم. من ضرر نمی کنم. من متولد سال اسبم. اسبی ها اقتصادی هن. یکی از شغلای مناسبشون کارشناسی مسائل مالیه. قربونت برم منو دیوونه پس کردی؟ من مگه متولد سال خر باشم بخوام نهت پول بدم. محسن چی شد دیدیش؟ نه بابا نیستش بابا نمیدونم کجا رفته. این طلبکاره اومده طلبکار؟ جایی حسابش مغازه رو خالی کرده منم یه چک دادم بهش رفت دیگه بعد یه پولش همون ورا. چه میدونم بابا نیستش رفته که موقعیت امن بشه بعد برگرده. نه البته ببین من فکر میکنم هستش خودشو نشون نمیده. خیالشون راحته که یه بابایی هست برای سینه سپر کردن. آخه آدم مغازه رو حتی کوفتم نداشته باشه ول میکنه بره. حقیقتیه. نه دیگه منم این آبرباک اومدم پولش رو حساب کردم و اصلا خوبی شوهر همینه دیگه. قشنگ دیگه الانم دارم بر میگردم. نه اصلا خوبم چون ندیدمش. آره از قصد دیگه از قصد اصلا تماس نگرفتم نهاش میگم که فکرهای هلکی میکنم. من به امید آشتی به کمک تو آمدم. این زیبا نیست که از من حتی یک تشکر هم نکردی و رجوع میشه جمعه نداره. من به کمک تو آمدم. نه قوی هم هم کن مجید قوی بیاخت کمکی که بهت کردم و شعور تشکر نداشتی. خلاصتر و شلاقی در مجید نه لیاقت کمک دادی نه شعور تشکر خور و این شد حقته. من این از بچگی میشناسم میگم. تو کوچه من اصلا خاک بازی میکرد تو جوب شنو میکرد. گفتم حالا بگه بهش هر کی هستی برای خودت باش. اگه برای همه لاتی برای ما شکلاتی. ببین یه چیز برات بگم. من رفتم تو نخه اینا دیگه. من شهامت تجارت ندارم. نه بابا تجارت اصلا داستانش 70% حداقل هیجانه. الو ای بابا چی شد؟ خدا رو شد من زنگ میزنم. با چی رفت
سروش ماما میری واسه من دو تا سس بگیری بیای؟ سفید یا قرمز؟ سفید. باش. ریختم میگم نارم نشو ها، من از این موجودات حساسه. حال آدم رو بد میکنی، این بار هزارمته جانم. 15 دقیقه است یک نفس داری پای تلفن حرف میزنی. حرف میزنم که حرف میزنم، من کاری به کار شما ندارم. اومدیم با هم شام بخوریم، اومدیم با هم باشیم. چی بگم بهش؟ بگم ببخشید با خانمم اومدیم میرون ساندویچ بخوریم؟ شما غلط کردی زنگ زدی. قطعش کن. جواب نده. مغز پاره سنگ برمی‌داره. مخ خودت پاره سنگ برمی‌داره. ببخش کن دیگه، این الان میاد تو. هی کشش بده. برو از من. بعدم باهات صحبت می‌کنم. قربونه. اصلا نمی‌خواستم باهات حرف بزنم. باشه. خدا. اصلا نمیخواستی صحبت کنی؟ چقدر شدی؟ 7 دقیقه اینجاست. 8 دقیقه هم که قبلش مرجان جون سنگ زد با هم صحبت کردین چقدر میشه؟ میشه 15 دقیقه. 15 دقیقه یعنی ربع ساعت. ای بنده صحبت میکردم چی کارم میکردی؟ بلایی سرم میآوردی، از زندگی سیر میشدم. 15 دقیقه که خودش یه جرم داره، محتویات صحبت من یه جرم، دوبار اعدامی به این میخورد دیگه. وقتی آدم جواب نمیده یعنی نمیخواد درو باز بکنه. آقا برو ماشین، نمیخوام. درنه منو باز نکنه. آقا برو دیگه، میگم از آژانس بیرونت بکنن. برو مزاحم. بعد چی داری نگاه میکنی؟ برو مردم آزار. بخور دیگه، عقد نکن، بخور. ما اون موقع بابام میگفت که مدرسه نرو خوشحالم میشد. من میومد خودش میگفت که این مریضه، اونا هم قبول میکردم. آقا ببخ. آقا آی این نوشابه درد بود بستم نیاری برم. آقا شما برای مدرسه نرفتن بری قیافه میگیری بر من؟ پس من نبود که این آژانسیه نیومدی که دیدی که قالمون روزش و برگشت قرار بود بیدار بود میکنه که نکرد. بابا جان توضیح میدم بهت، قبول کن. منم اصلا از قیافه گرفتن خوشم نمیاد. قرار بود تیکه غذا نخوری. چی گفته؟ قرار بود شام نخورم. نگفتم غذا نخورم میمیرم. آقا ببخشید این در رو لطف میکنیم ببندی، سرده. چیه؟ چی شد؟ شما فکر کردیم مغز من کار نمیکنه؟ کی این فکر رو تو کلت نقطه؟ هر کی بوده خواسته رابطه من رو تو رو خراب بکنه. بزنین تو دهن این سخنچینه. تو هم بخور بذار مغزت باز، مغزت خوب کار کنه. ببخشید من خودم شنیدم. چی رو خودش شنیدی؟ شنیدم آژانسی صبح اومد سرش داد زدی گفتی بره. چرا من میگی قالمون گذاشت؟ چرا شب به من میگی شام نمیخوری؟ یواشکی میری شام میخوری. من ساده نیستم، من چشم دارم، من مغزم کار میکنه. یا برای این نم باید جواب بدیم. شما چک برگشتی چیزی دارم داری پاس کنی؟ چک پاس کنم چه؟ چرا دروغ می؟ من غذا نمیخوام. نه قربونت برم، بخور. اعتصاب غذا که نشد کار، بخور. میخوای بگم خواب موندم؟ چشم، خواب موندم. ببین من اصلا از این چیزایی خراب شد. حالا از که دروغ انقدر مهم شده؟ دروغ مهمه، دروغ نگید. حالا باشه، نمیگیم. نمیگیم، بخور دیگه.
شوشم بخور دیگه، چی کار برات بکنم؟ گل بگیرم، نمیدونم قول مسافرت بدم، طلا بخرم، ببرم تو بازار. یواشا برون رفت. مسخره؟ مسخره؟ الان مثلا با من قهر بیاره؟ نه قهر نیست، ولی من اگه مسخره. مسخره چرا بهتون این مسخره؟ گفتم به نگه مسخره. الان وسیله نداریم چی کار بخواییم؟ مامانت هم که این ماشین رو برداشت برد شمال ها؟ یه وسیله خوب بریم بگیریم؟ موتور؟ آره میچرخیم. گفتم ما که تو کار تولید لباسیم. سلام. بذار یه وسیله هم بگیرم که بارارم حمل بکنیم. سلام بذارم زمین. مال کی میشه؟ مال شما دیگه. نه دیگه سوش بذاره فهم. آره منصورشان ببخشیم دیگه سوار موتور شما شدی. اشکالی نداره؟ اشکالی نداره؟ خیالم راحت شد. الان دیگه خیلی خیالم راحت شد. حالا بذار 18 سالت بشه برات ماشینم میگیرم، همطور که برای مامانت گرفتم. ببینم شما بخشیدی دیگه امروز منو اونجوری من قایمکی غذا خوردم و سر آقا رضا آژانسی داد کشیدم. آره آره. خب خیالم راحت شد. الان خیالم راحت شد. بچه ها خوشید، مهمون داریم. سلام امو. سلام. چطوری سروش؟ تک چرک زدی؟ محسن بیا چیکار کنم، یه چاخانه کردم که هم به سر اومده. آره سروش فهمید دیگه. الان هم از صبح قیافه گرفته. گفتم نکنه بذاره بره اتومات سمت مامانه. وطنی هم هست فرمان مادره، بوم با عاطفه هست. یعنی زن در مقام همسر میتونه دشمن باشه، اما در مقام مادر همون بوم با عاطفه هست که گفتم. اسم عکس بچه رو زده تو پاسپورت. آخ به این زن تو کجا فکر کرد؟ میام حالا این از لحاظ عاطفی مخه اینو بزنه در نداره بره ما لنگ بمونی. نه بابا خیالت راحت، ماده قانونیشو نمیدونم، اما رضایت پدر شرط برای خروج از کشور. اصل دل آدمه، وقتی دل بچه نخواد چجوری میتونن زورکی بندازنش تو گونی ببرنش خارج؟ راست ره این مهمه، دل بچه رو باید به دست بردید. راست آقای محترم توجه بفرمایید. آقا توجه، دست از کار بکشید که مسخره بازی بس. آقا من امروز میخوام ایشونو معرفی بکنم، رئیس جدید اینجا. اگه ایشون از هر کسی خوشش نیاد ما چیکارش میکنیم؟ میندازیمش بیرون. از هر کی هم خوشش بیاد ما نگرش میداریم. سروش جان شما حتی اجازه داری بندرم بندازی بیرون. خب بفرقی امروز سروش سنگین یا رئیتا سنگین هم دیگه همه درد گرفت. بابا جان دنبالش چی میگردی؟ بگو بهت بدم. آتو بابا تلفون هم بابا من تلفون کنم بگم برم. داره چه کاری میخوای بهش زنگ بزنی؟ بلش کند که بزن اونجا مونده کارشو داره انجام میده. به این خط تلفون رو خریده
کارای اداریش مونده. ما میخواییم بریم استادیوم. فردا زنگ بزنیم اون که نمیذاره بریم. حالا دیگه خود دانید که. واقعا؟ بابا بریم استادیوم 100,000 نفری با موتور دوتاییم. کاملا واقعا. ترسیدم حالا هم بده ببینم اتب داری که تو آمپولو باید بزنی و این میگن آقایه که اینجاست مقد مهربونه خوب آمپول میزنه که اصلا هیچی نمیفهمی باشه بابا نه بابا تو رو خدا بیا عزیزم بابا قایش بابا نه نه بابا 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 نه سرشو در بگیر لباس یا آمپول میخوای بزنیم الو گوشی هیچ مشکلی هم نداره مردم از آمپول نمیترسه الو دیگه بخواب پسر جان ما اگه اون خط رو بخواییم خودمون بهت زنگ میزنیم ای مشتری داشتی ردش کن بره آه تموم شد تموم شد دیدی مامان من شماله اگه شماله چرا به پسر شمالی زنگ زدی گفتی اگه خط رو کسی خواست بده بره بابا جون آب سرد برات خوب نیست برو الان من رو چای میارم چای با عسل برو بازی کن الان میام خیلی خوب حالا بیا الان اینو بخور که خوب شی ببینم چند روزم که همون نرفتی و مریضم که شدی و اوضاع خراب بفرمایین بیا ناز نکن دیگه مرد باش سروش برزت عباس داری منو دیوانه میکنی یا فکر کنم رابطه‌مون دیگه داره خراب میشه خراب بشه واقعا منم دارم دیوونه میشم مامان من کجاست از دستش راحت شد تا زور بگیری بخوابی الان تو این وسط چی هستی که داری مقصر معلوم میکنی برای من شما همش تو خونه دعوا میکردید تو مغازه خوشحال بودید ببخشیدم شما دو تا شخصیت دارید یکی با حوصله یکی بی حوصله وایسا حرفات روی مامان تو داره میده نشسته حسابی قشنگ مغز تو شستشو داده دیگه ها احتمالا گریه کرده که این مرد که برای من مرد نشد حداقل تو بزرگشو پشت سر من وایسی آره
خب باید میشه مامانم. الان این لحظه باید مشخص بکنی منو بیشتر دوست داری یا مامانتو. بگو دیگه. آخه نمیشه که من یه تکلیفم بدونم، چند روزه دارم این نوکر دورت میچرخم. شما اگه اینو نخوری یعنی اینکه با من دشمنی. منو بیشتر دوست داری یا اونو؟ من میخوام برمیشه مامانم. بلیت بگیر. اون یه بلیت تک سفره یا دو سفره؟ مترو دیگه. خب بالاخره یه تک سفره باید بقیه دو سفره. من یه تک به شما میدم. آقا بقیه پول. آقا یه لحظه تشریف بیارید. چرا؟ تشریف بیارید. سلام قربان. سلام. بیا تو. شما جیباتو خالی کن. چیزی میکشی؟ کشیدنی؟ بالا از کشیدنی های الان من فقط بدبختی کشیدم. قبلا چی؟ قدیما بدبختی میکشیدم ولی کم. سیگارم میکشی؟ سیگار که یکی دو نه خونه میکشم، البته تو بیشتر بالکن. آخه اصلا خیلی وقت بود مظلوم واقع نشده بودم. بفهم. اجازه است برم؟ میدونم چته. سب کن. بیا. نه. بگیر. این چه کوفتی میخوای بهم؟ نمیخورم ها. شما هم اینجا میمونی. نه اگه واقعا فکر کردی میخوای قرص آب بخی کم ببندی کور خونی.
با من عروسی بودم برنگردم خون را میفته. سه رو قبل اینکه راه بیفتیم اینقدر معطل کرد دعوا میشد. حالا اصلا باید برگردم. اگه برنگردم فاجعه از فاجعه. آقا این همه آدم درستگوتا اینجا هست. چرا من باید بمونم اینجا؟ نون کردم. بیا بشین. میشینی در مورد زنا صحبت میکنی خونه هم نمیدی. نه من نمیتونم خونه نرم. اقلا باید تا آخر عروسی خودمو برسونم. باید برش گردونم یا نه؟ شما نمیخواد بری. بابا شینو من اونجا نیستم. برو بشین. برو دیگه. باستاب بد داره، عوارضش تا مدت ها ولم نمی کنه، یادش هم نمی ره. سال اول زندگیمون یه بار تو خواب سرش داد زدم، هنوزم که هنوز یادشه. حالا اون 35,000 بارم سر من داد بزنه، من هیچ کدومیش یادم نمی کنه. ببینید چقدر قشنگ داره صحبت می کنه. مثل کدوم یکی از اینا مثل تو صحبت می کنه؟ نه جدی دارم میگم، آدم لذت می بره. مثل من آروم گرفتم. خیلی بچه پریه ها، بگو محسن. اشو من چیکار کنم از دستم؟ موسی بگو از این چیزا بگو. آقا یه سوال هستن. ببین ما نشستیم پای تلویزیون. خب سریال دکتر کوین داره میگه. زنم میگه که پاشو برو آشغالا رو بذار سر کوچه. چجوری میشه نرفت؟ خب آدم باید بره. فوقش دکتر کوین فردا صبح تکرارشو سر کار میبینی. موسی ادامه بده ها. ادامه ندی من مفصل توضیح ندی اصلا نمیذارم بری. گل کلن گل برای خانم خیلی مهم. اونا هم در مورد ما اینجوری حرف میزنن؟ مطمئن باش حرف میزنن مجید جون. وقتی ما حرف میزنیم میخوام اونا هم حرف میزنن. این قصه دو طرفه است. زنم هم بر میگرده؟ آره بابا بر میگرده. 99.9% دعوا کشکیه. سر چیزای علکی. سر چیزای علکی هم که آدم کارش به طلاق ملاق نمیکشه. جون مادرت بذار من برم. اگه دیر برم تا صبح تیکه بارونم میکنه. آ چرا تیکه میندازن؟ اینو بگو. برای اینکه بهش تیکه میندازن. مادرش، خواهرش، دختر خاله‌هاش. نه اینو نه. اینو نه. هر اون اصلیه رو. اونو. برای اینکه بهم علاقه‌منده. دوست داره پیشش باشم، پیشم باشه. کلمت خوابید؟ خرابم کردی. خراب. حالا بذار برم. خیلی خوب بزن بشه. جان. چطور؟ دکتر اوضاع نمیدم خرابه. یه حب دیشب شروع شد همچون گم گم میزد قلبم. نه ترسیش نترس. یه نفس عمیق بکش. یه دفعه دیگه. خوبه؟ آره. نگران نباشم؟ نه هیچ نگران نباش. الان همچون درستش کنم که کیف کن. تا معنی داری؟ آقا مجید نترس، همچون درستش کنم که کیف بکنه. دستشو در نکنه. تو اصلا اعصابم واقعا به هم ریخته. نه من که مثلا سن و سالی هم ندارم دکتر. بله نه هیچ نترس. نمیدونم استرس فشار چیه؟ قشنگ قلبم تو دهنمه. نترس از هیچی. نترس مرد باش. دکتر دارم سکته میکنم. از این چیزا نمیترسه. دکتر آمپول میزنی؟ چیز نداره؟ قرصی شده؟ نه قرص خوب نیست، این بهتره. الان میتونی اونجا یا بشینی یا دراز بکشی. آماده شو، الان اومدم بشین. میگیم بهتره. بهتره نترس، هیچ نترس. آرام بخشه، آرومت میکنه. قشنگ میگیری میخوابی. قشنگ فکر میکنی. فردا به این آمپول دیگه احتیاجی هم نخواهیم داشت. فردا خوب میشی. قشنگ صبح بیدار میشی با یک صبح زیبا، با خانواده، صبحانه، نور آفتاب. اینا که بزنم آقای سر تا زور خوابم رو بود دیگه. این آروم بخشه نه خواب آور. وسیله داری؟ کسی همراهته؟ نه. خیلی خوب.
حالا یک سواری در بست میگیری، میری منزل دوش میگیری. راستی تو خونه شوفاژ داری؟ بله شوفاژ داریم آقای دکتر. خوبه، یه لوله‌ای هست که از کف اتاق میگذره، لوله آب گرمه. بله. میری روی اون لوله آب گرم دراز میکشی تا صبح نرم نرم میشی، همان صبح زیبا. دمت گرم آقای دکتر، واقعا دمت گرم. دم شما هم گرم. آخه ببینم هنی دارم میام. موهاتو بشور کف نمونه، تنت هم خوب خوش کن نچای. سلام. چه پسری؟ به به، دلم تنگ شده بود برات، اومدم ببرمت. مامان چی میشه؟ مامان همیشه میمونه تا کی؟ فنا اومدم. ماما سروش خوالش واسه خوزمه که مسخره شده. بیا خاله جون لباساتو بپوش، سرما نخور، داره نماز میخونه. تو رو خدا اعصابشو خرد نکنید، نمازش تموشه میاد. راست میگه دیگه، نمیاد که اعصابشو خرد کنی. بابا یه نفرم سفارشو منو بکنه، نه اعصاب منو خرد نکنه. بابا اعصاب شما قویه، اعصاب مامانه که ضعیفه گریه میکنه. سروش چرا علکی داری حرف میزنی؟ تو نبودی که همین دو شب من از همین ناحیه اعصاب تو نمیدونی چه لطماتی دیدم، داشتم هلیکوپتری میزدم. سروش جان خاله لباساتو برده بریم. گرفتاری شدیم بابا، اصلا این حالش خوب نیست، یه حرفایی میزنه که من نگران شدم، عقلم هم قد نمیده که میگم که نمیدونم کاری بکنیم بفرستیمش مسافرتی جایی. اتفاقا خودش هم میگه میخواد بره شمال. برچی؟ برای گرفتن اون سیم کارت دیگه. آخا نداریم، نه نداریم، نداریم تو رو خودم. اما خانم این بلند میشه میره اونجا با
از این پسرش این پورتر رو میگیره بعد میره لب دره بخواه جرگی میشه با این جوری خودشو غرق میکنه انسان دیگه تلاتومات داره باشه ببینم چیکار میتونم تو رو خدا شما حواستون باشه باشه بله خیلی ممنون خب سروش جان با من میمون بیا با پسر جان تمکر نباش دیگه آخه یه خط تلفن مثلا قیمتش چنده؟ 20 تومن، 30 تومن. عزیزم من که بهت دارم میگم که 15 تومن دارن اضافه میدن. خب پس سوء استفاده نکن دیگه. من همچین آدمی نیستم. سروشم بابا این بازیات هم جمع کن. باش، دارم جمع میکنم. ما داریم راه میافتیم میایم شمال. آقا نیام اونجا الکی قیمتو ببری بالا. آقا بذاری من حرف رو بزنم. نه دیگه ببین. مشتری اول و آخرت خود منم آقا بذاری من حرف رو بزنم اون پیشنهادی که من دارم بهت میدم کسی آقا. ازت نمیخره مطمئن باش آقا خواهشم میدونم آره حالا میبینم ات قربونت خدا سوش جان پاشو پاشو بابا جان پاشو دیر شد بودو پاشو تو لباس رو عوض کن من دیگه جمع کنم دست تر میکنم بودو بیا این پسر شمانی هم فهمیده طالب خطی میداره کلافه میکنم الو الو چطوری؟ خوبا یه خانو میزنی کی؟ داری خط دیگه اسمشو نگو؟ اسمشو نگو نه نه نفروشی ها نه نفروش من 20 تومن گرونتر میخرم ای بابا مشتری آره الو قطع نکن دیگه نفروشم دیگه نمیزن هیچی ما داریم میاییم چی شده؟ دلست صف کن یه خانومی زنگ زده گفته خطو میخوام بخرم مامانم دقیقا منم گفتم که نفروشه گفتم 20 تومن گرونتر میخرم کار بعدی کردم ما داریم میریم شمال دیگه میریم شمال که اینو بخریم نباید اجازه بدیم اون بره ما میریم که اون نره بودو کردن اومدی سفر خوش گذروندی هر موقع آشتی کردی ستایی رفتی مسافرت اون موقع خوش میگذرونیم الان فقط باید قصه بخوریم بذاریم پسر شمولیه رو بگیرم چی کارشته؟ بخشین شما رئیسین به همه چی باید دخالت بکنین دیگه نه؟ به همه این کار رو باید دخالت بکنن ایشون الو الو سلام آقا پسر خوبی؟ خوبم ببین تو به اون خانمه گفتی نیاد؟ بله دیگه گفتم بهش بگو بیاد چی بگم؟ یعنی چی؟ بیاد دیگه بیاد من نمیخواست خط تو بخره بیاد بخره مگه شما نمیخواستی؟ من نه سر قیمتی که نمیگم نه پشیمون شدم پشیمون دیگه چی؟ نمیخوام آقا نمیخوام دیگه بگو بیاد بیاد یعنی چی؟ نمیخوام آقا نمیخوام خدا کردی اون رو خدا حافظ خب نیم حالا ستایی با هم میریم مسافرت مسخره همون راهی که گفتی دیگه هیچی یه راه الان اینجا همین یه راه این ورومرش آب چالیزاره و اردک و اینا از من شما پولتو بگیر از آب جان نداشته باش با خدای از کلافم که از بس داره تونتون حرف میزنه عمون بده یه ذره پسر جان شما بگو الان شما کجا زدی بیرون؟
باش اونجا ما داریم میایم. آخه نمیشه که اینجوری یکی اومده ثابت باشه اون یکی متحرک. زابرا میشیم پسر جان. بگو تو، بگو ما داریم میایم. الان کجایی تو؟ اونجاست، دارم میبینمش. من مطمئنم خودشه. آقا پسر، آقا پسر. الو، تو خوبی؟ خواستین شما؟ آره چیزی هستین؟ آره خوب. من خواستم این راه به شما نشوندم. آقا بفرم. صد و دو هزار تومن. آقا سروش بفرم چایی. نه ممنون، من چایی رو ندارم. تازه دمو؟ نه ممنون. صد و سه هزار تومن. خب حالا یک کلم صد و چهار هزار تومن. آقا من مخلص شما، من چاکر شما، من نوکر شما. شما از سرم بلند شدید اومدین اینجا؟ بله. من خودم به شما تلفن زدم؟ بازم بله. ولی ببینید آقا، اینجا رسمیست که به یکی بگن یالی بزنن زیرش. شما هم اینقدر قیمت هزار تومن هزار تومن بالا نبرین دیگه. من هرس بخورم نمیتونم این سیم کارو به شما بفروشم. صد و شش تومن. آقا سیمکارت مال اون خانومه. مگر همین شما نبودین که گفتین اون خانم پاشه بیاد اینجا سیمکارتشو بگیره؟ اگه اون خانم بیاد اینجا ببینه من سیمکارت دادم به شما، از من ناراحت میشه. خاله بخش اینو بگم به همه میگن نیما گرون فروشه که هیچ نامردم هست. آقا ما اینجا آبرو داریم. صد و هشت تومن. ببینید آقا، اگه ننه بابای منم اینجا بودن خدا شاهده نمیذاشم همون شما حرف بزنم. خب صد و ده تموم. آقا میگم قیمت رو بالا نبرین، خواهشم بالا نبرین. الو الو سلام سلام بابا، خوار هستی؟ بابا این مردی که خواستری از من سیم کارت بخینه عربه الان اینجا داره. خب برام میگنه که زنگ بزن به اون خانم بیا اینجا، من رو چی کار کنم؟ پسر جون باباته بیار حله. اجازه گوشی. اگه باباته حله. بله پدرم. الو سلام علیکم، حالتون خوبه؟ بله قربون شما، قربون شما. بله خیلی ممنون، سلام دارم. بله بله آقا، این همین خانم مورد نظر خانم بنده است. بله عهد کردم با من که در واقع اگه شما لطف کنین این به آقا پسرتون سفارش ما رو بکنین که این سیم کارت رو بدن بهمون، یه جور منت کشید که آقا پسر خیلی ممنون. راستاسی اون خانم تیماره؟ چی؟ یعنی مادرته؟ بله آره مادرم، خیال راحت باش. بله عرض کردم طلاق ملاخ نمیخوام بگیرم. نه قهرم ولی آشتری اصلا خودم هماهنگ کردم. این از این زیر شد بدین کشوییه. موبایل مال منه، بیل کنترل. آقا یه لحظه اجازه بدین. باشه دیگه. ببینید آقا الان سیم کارت من رفت داخل گوشی شما، اگه شما به اون خانم پیامک بدین اون خانم فکر کنه من دارم بهشون پیامک میدم. والله خدا شاهد زشته. شما آقا نیمایی؟ بله بله من نیما هستم. خوبی؟ ببخشید خانم، من شارژ گوشیم داره تمام میشه، یه کاری میکنه. خب بگو. من میام لب ساحل کنار سنگچی. خب پارکینگسه. بله بله که من یه خطو بهتون بدم. پارکینگسه؟ اون اگرم کاری باهاتون داشتم یه پیامکی بهتون میزنم. بلدم پارکینگسه. آره باشه باشه، یه کاری نداری؟ میبینمه. خدافظ. آه حل دیگه. حل ببین بابا، درست به این صدف میگن، اینا دو کفه ای هن. ماها حالا اشتباهی به اسم این گوشماهی، اصلا وقت به ماهی نداره، این موجود مستقلیه برای خودش، نر و ماده داره. حالا ما زیاد تشخیصش نمیتونیم بدیم، ولی برای خودشون تولید مثل میکنن و ما فقط تو صنایع دستی استفاده میکنیم، از این سیگاری و اینا درست میکنیم. علیه
یه اسمس بزن مامان بگو ما دم آتیش منتظرش. نه اینو که ما که نباید بنویسیم، بنویسیم من، چون از جانب پسره داریم حرف میزنیم. باید بشه من هستیمم اون اول شخص مفرده، نون باید بتن اول شخص جمع این دیگه. بفرمایید. یه جواب داد. من آتیش رو میبینم. میگه آتیش رو دیده. ببین این نکته مهمیه، پیش قدم شدن. سلام.